سلام، امروز میخوایم تابع لن رو با همدیگه یاد بگیریم و عملکردش رو بررسی بکنیم. خب عملکرد این تابع بسیار ساده است. تنها کاری که میکنه اینه که میاد تعداد کاراکترهای موجود توی یه متن رو برای ما به صورت یک عدد میده، میگه که چند تا کاراکتر داره اون متن. فرمولش هم بسیار ساده است، خود لن رو مینویسیم و تکست، یعنی اون متنی که میخوایم تعداد کاراکتراشو پیدا بکنیم که میتونیم مستقیم خود متن رو وارد فرمول بکنیم از طریق کوتیشن مارک، یا اینکه آدرسش رو بدیم. خب میریم تمرینش رو انجام میدیم تا قشنگ جا بیفته. لنو مینویسیم، متنمون هست توی سلول F2 دیاکو به انگلیسی. خب میزنه 6، یعنی 6 تا کاراکتر داره، 1 2 3 4 5 6. دومش همون دیاکو ولی فارسی، اینم میزنیم لن. تکستمون هست توی F3، میبینیم که 5 تا زد چون 5 تا کاراکتر داره توی فارسیش. بعدیش راه 9. خب اینو میزنیم ببینیم چند تا میده. لن F4 6 تا داد. خب ما اینجا 5 تا حرف داریم، 1 2 3 4 5، ولی یه اسپیس هم بین راه و 9 هست. این اسپیس هم طبیعتاً کاراکتر محسوب میشه، پس جمع اون 5 تا حرف و یه دونه اسپیس میشه 6 که اینجا داریمش. همه علامت ها هر چیزی هم یه کاراکتر محسوب میشه. الان اینجا ما 5 تا کاراکتر داریم، یه اسپیس هم یا هم فاصله هم بینشونه. اینو اگه بزنیم اینم 6 میده. الان انجام میدیم لن روش، لن F5 و میبینیم که 6 داد، 1 2 3 4 که اسپیس 5 و 6. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.